آقا این ویدیو راجب 10 کشتیگیر ترسناک دنیای کشتی آزاده. به نظر شما ترسناکترین آزادکار حال حاضر دنیا چیه؟ همین الان نظرتون رو توی کامنت بنویسید و نهایتا نظرتون رو با ما مقایسه بکنید. بریم سراغ شماره 10، رحمان عموزاد یا همون رحمان بیرحم. بولدوزر سبک وزن کشتی دنیا، تنها جوونی که شایستگی اینو داشت که توی لیست 10 کشتیگیر ترسناک حال حاضر دنیا باشه، قهرمان 2021 جوانان جهان و قهرمان 2022 بزرگ سالان جهان، کشتیگیری که تنها 20 سالشه. دستاش واقعا مثل انبر قفلی میمونه، وقتی از زیر میزنه زیر کتف حریفاش دیگه راه فرار برای هیچ حریفی نیست و قطعا ته سالیان آینده، شاید اگه 5 سال دیگه بخوایم همین لیست رو آپدیت بکنیم، شاید رحمان بیاد و نفر اول این لیست باشه. بریم سراغ شماره 9، جناب آقای گنو پتروشویلی. تنها فوق سنگینی که توی این لیست ما هست گنو پتروشویلیه. کلن تنها کشتیگیری که غیر آمریکایی، روس و ایرانی توی لیست داریم همین گنوه. ما الان توی لیستمون 2 تا روس داریم، 3 تا ایرانی، 4 تا آمریکایی و 1 دونه گرجستانی. من اصلا 120 کیلو میخواستم کسی رو نذارم، با اینکه ویدیو اصلا راجع به ترسناکترین کشتیگیراست و طبیعتاً سنگین وزنا ترسناکترن، ولی چون که 120 کیلو در حال حاضر هیچ کشتیگیری رو نداریم که به قول یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشه. 4 تا مدعی داره 120 کیلو حال حاضر دنیا، یکیش هم گنو پتروشویلی، یکیش تاگله، یکیش گیبل سیپسون آمریکاییه و دیگری امیرحسین زاره خودمونه، که اینا همه با هم دیگه بازی کردن، غیر از گیبل سیپسون که فقط المپیک شرکت کرد، بقیه اینا یعنی اون ستای دیگه با هم دیگه بازی کردن، همدیگه رو بردن باختن، یعنی یه جوری سطح برابری دارن. ولی اگه بخوایم یه نفر انتخاب بکنیم، خب گنو پتروشویلی افتخاراتش بیشتر. 2017، 2018 و 2019 سه سال پیاپی قهرمان جهان شد، المپیک رو هم که در صدم ثانیه آخر به گیبل استیپسون واگذار کرد. بریم سراغ شماره 8، جناب آقای کایل سنایدر. کایل سنایدر آمریکایی، تنها کشتیگیری که تونسته عبدالرشید سعدالله روس رو شکست بده. کشتیگیر فوق العاده توانمندیه، قبل از اینکه سعدالله بیاد وزن 97 کیلوگرم بی رقیب آقای وزن 97 کیلوگرم بود، کاپیتان تیم ملی کشتی آمریکاست و قطعا شایستگی این رو داشت که توی لیست ما قرار بگیره. به نظرم یه کمی کایل سنایدر بدشانس بوده که هم دوره شده با عبدالرشید سعدالله و هرچند که 2017 تونست سعدالله رو شکست بده، هرچند که سالهای بعدش سعدالله به قولی کار رو برای کایل سنایدر بسیار مشکل کرد و 2018، 19 و 20 سال پیاپی در فینال کایل سنایدر رو شکست داد. بریم سراغ شماره 7، جناب آقای جوردن باروز، کشتیگیری که اصلا دل خوشی ازش نداریم ما ایرانی ها. هیچ ایرانی نتونسته بود جوردن باروز رو تا همین 5-6 ماه پیش که علی سوادکوهی به زیبایی شکستش داد، تا قبل از این هیچ ایرانی نتونسته بود جوردن باروز رو شکست بده. جوردن باروز از سال 2011، زمانی که فقط 22 سالش بود، اومد و سلطه خودش رو در وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد شروع کرد. یعنی بعد از یعنی در واقع به حدود 20 سال سلطه روس‌ها پایان داد. سالهای سال بوایسار سایتیف تو این وزن پشت هم طلا میگرفت، بعدش مخاک مرتضی علیف گرفت، بعدش دنیس سارگوش اومد. دنیس سارگوش فوق‌العاده کشتیگیر خوب بود، 2009-2010 قهرمان جهان شد، ولی 2011 جوردن باروز اومد قهرمانی ازش گرفت و سالهای بعد رو هم جوردن باروز پشت هم قهرمان شد. فقط سال 2014 توی مسابقات جهانی 9-2 به همین دنیس سارگوش باخت، که اون مسابقه رو اگه بتونیم حتما براتون میذاریم.
فوق‌العاده مسابقه دیدنیه، سالگوش دیدنی کشتی میگیره. در هر صورت قطعاً اگر که بخوایم بازه سال 2010 تا 2020 رو در نظر بگیریم، میشه گفت که بهترین کشتیگیر دنیا جردن باروس بوده. و اگر که این لیست رو شاید سال 2020 تا 2019 بخواستیم بنویسیم، جردن باروز نفر اول قرار میگرفت یا نفر دوم، ولی خب الان سال 2023 هستیم و جردن باروز دیگه تو اون شرایط آرمانی خودش نیست. هفته پیش هم نتونست حتی دو بندی تیم ملی آمریکا رو در واقع در مسابقات انتخابی پیروز بشه و به تن بکنه و به چانس مارستلر باخت و در واقع دیگه ما جردن باروز رو در مسابقات جهانی نخواهیم دید و به جاش چانس مارستلر هست که اون هم بسیار کشتیگیر چغلی. بریم سراغ شماره 6، جناب آقای کایل دیک. کایل دیک پر افتخار ترین کشتیگیر آمریکایی از 2015 به این ور، یعنی حتی از تیلور و جردن باروز، کایل سنایدر، جیدن کاکس، از همه اینا افتخاراتش بیشتره. فوق العاده کشتیگیر فنی، فیتوهای مرگباری میزنه، توان بدنی فوق العاده ای داره و توی مسابقه با کشتیگیران تراز اول دنیا نشون داده که چه توانایی کشتی استثنایی داره. کایل دیک با جردن باروز چند بار کشتی گرفته، بیشتر کایل دیک برده. مسابقاتشون رو اگه بتونیم براتون میذاریم. بیشتر کایل دیک جردن باروز رو برده، این جردن باروز هم کایل دیک رو برده ولی بیشتر کایل دیک برده. کایل دیک با تیلور هم مسابقه داره، باز هم دیک بیشتر تیلور رو برده تا تیلور دیک رو. تو آمریکا واقعا کشتیگیر بی‌نظیریه، در سطح جهانی هم توی 7-8 سال اخیر قطعا یکی از بهترین ها بوده، افتخارات فوق العاده زیاد داره و قطعا شایستگی این رو داشت که توی لیست ما قرار بگیره. بریم سراغ شماره 5، جناب آقای زاور بکسیداکوف. زاور بکسیداکوف پدیده کشتی روس هاست، 27 ساله است، 26 ساله یا 27 ساله است. 2018 وارد مسابقات جهانی شد و همون سال در واقع نشون داد چه کشتیگیریه. وقتی جردن باروز رو توی یه جدال بسیار نفسگیر شکست داد، همه فهمیدن که روسا یه پدیده جدید تو کشتی رو کردن و اون آقای سیداکوف هستش. سیداکوف 2019 هم قهرمان جهان شد، 2020 المپیک هم اومد، در واقع بالاتر از جردن باروز قهرمان المپیک شد. فوق‌العاده کشتیگیر فنیه، فوق‌العاده فنیه، یعنی کشتی‌هاشو اگر که ندیدین حتما پیشنهاد بکنم برید ببینید. کشتیگیر واقعا ترسناکه، اصلا دوست ندارم هیچ کشتیگیر از ایران روبروی سیداکوف بیفته. هرچند که تو لیگ برتر اگر اشتباه نکنم همین علی سوادکویی سیداکوف رو شکست داد، حالا اینو باید چکش بکنم، ولی یکی از کشتیگرای ایرانی بود که اشتباه نکنم تو لیگ برتر سیداکوف رو شکست داد. ولی در کل سیداکوف تو مسابقات جهانی خیلی آماده تا اینجا نشون داده و فوق‌العاده کشتیگر ترسناکیه. کشتیگر شماره 4، شاه حسن یزدانی. حسن اگر که این بازی آخرش با تیلور رو برده بود قطعا توی این لیست مقام خیلی بهتری داشت از چهارم. حسن یزدانی واقعا کشتیگیر ترسناکی، یعنی از نظر بقیه کشتیگیرا، از نظر کارشناسای کشتی، حسن یزدانی واقعا کشتیگیر بی‌نظیریه، کشتیگیر ترسناکیه، کشتیگیریه که تحسین بسیاری از بزرگان دنیای کشتی، بزرگان دنیای کشتی روسیه رو در واقع تو کارنامه خودش داره. خبیب نورماگمدوف ازش پرسیدن که 3 تا کشتیگیر مورد علاقت بگو، یکیشو حسن یزدانی گفت، فکر می‌کنم اون دو تای دیگه هم یکی سعدالله رو گفت و دیگری سیداکوف، یعنی دو تا روس گفت، دو تا از هموطناش گفت، سومی رو حسن یزدانی گفت. حسن یزدانی کشتیگیریه که اصلا یه سبک جدیدی از جنگندگی رو وارد دنیای کشتی کرد و فوق‌العاده کشتیگیر ترسناکیه، قطعا هیچ کشتیگیری دوست نداره با حسن یزدانی روبرو بشه. امیدوارم تو راند ششم مسابقهش با تیلور که این مسابقات جهانی امسال هستش بتونه یه بار دیگه تیلور رو شکست بده و ارزش خودش رو ثابت کنه.
کشتیگیر شماره 3 کسی نیست جز آقای دیوید تیلور، کسی که خیلی ازش دل خوشی نداریم، به قول گربه سیاه حسن. خیلی اذیتمون کرده این دیوید تیلور، ولی خب قطعا شایستگی این رو داره که توی این لیست نفر سوم باشه. ملقب به جادوگر، واقعا جادوگره. یعنی من حداقل میتونم بگم 15 ساله که دارم مسابقات کشتی بین المللی رو به صورت مستمر نگاه میکنم. به جرأت میتونم بگم که ما توی 15 سال اخیر الان دیگه خاک میشه، ولی بازم خاک نمیشه، یا میبینیم میاد پشت حریفش. خیلی کشتیگیره خطرناکیه و قطعا یکی از ترسناکترین کشتیگیران حال حاضر دنیا هستش. نفر شماره دوم جناب آقای پهلوان کامران قاسمپور، قطعا یکی از ترسناکترین کشتیگیران حال حاضر دنیا کامران قاسمپوره. 2021 و 2022 دو سال پیاپی قهرمان جهان شده تو وزن 92 کیلوگرم. جیدن کاکس رو در هر دو سال شکست داده. جیدن کاکسی که خود این جیدن کاکس شایستگی این رو داشت که توی این دهتا باشه، فوق‌العاده کشتیگیر خطرناکیه. جیدن کاکس کشتیگیره که جردن باروز رو شکست داده، کایلیک رو شکست داده، ولی اومد به کامران قاسمپور ما باخت. کامران قطعا الان میتونم بگم بهترین زیرگیر دنیاست توی وزن خودش که بی‌رقیب بهترینه. توی تمام اوزان رو هم بخوایم در نظر بگیریم، قطعا بهترین زیرگیر دنیا به نظر من کامران قاسمپوره، حتی بهتر از دیوید تیلور. خب بریم سراغ شماره 1. شماره 1 به نظرتون کی میتونه باشه؟ به نظرتون کی میتونه باشه؟ مشخصه این کشتی دوستا قطعا جوابشون مشخصه، جناب آقای عبدالرشید سعدالله. سعدالله واقعا ترسناک ترین کشتیگیر حال حاضر دنیاست. اصلا قیافه این بشر رو شما نگاه کنید، راشن تانک روسی که بهش میگن، واقعا برازنده شه. یعنی اگه چه میدونم 40 تا لقب دیگه تو مایه های تانک و بولدوزر و جرثقیل و هرچی بهش بدیم بازم کمشه. قیافش اصلا اینو تو خیابون ببینی در میری، واقعا یه چیز پر ابهت ترسناکیه. دستای فوق‌العاده قوی، قدرت بدنی استثنایی، کشتیگیری که تنها فقط یک بار باخته. آقای سعدالله تو دوران حرفه‌ای خودش فقط یه بار باخته، اونم سال 2017 اولین سالی بود که اومده بود 97 کیلوگرم و به کایل اسنایدر باخت. غیر از اون 2015-2016 المپیک طلا گرفته، 2017 نقره گرفته، 2018-2019-2020-2021 همه رو طلا گرفته. قطعا به نظر من شایستگی این رو داشته که نفر اول لیست ترسناکترین کشتیگیرهای حال حاضر دنیای کشتی آزاد باشه. بچه ها اگر که تا اینجا از دیدن این ویدیو لذت بردین، حتما لایک کنید ما رو، و اگر که چنل ما رو سابسکرایب ندارید ما رو سابسکرایب کنید. ما بعد از 8 ماه که الان دوباره برنامه داریم، اونایی که از قدیم ما رو سابسکرایب داشتن میدونن که ما به روالمون کلا اینجوریه که هر شب برنامه‌های اینچنینی، برنامه‌های تحلیلی گزارشی راجع به کشتی و MMA داریم. اگر که به کشتی و MMA علاقه‌مند هستین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. ما از امشب دوباره طبق روال سابق هر شب برنامه داریم.